نیکی هیلی، رژیم ایران جواب تظاهر کنندگان را با دستگیری و کشتار می دهد. The Iranian people took to the streets in peaceful protest against their horrendous regime. اعتراض و اعتصاب در مشهد، تبریز و کاشان. عراق، حمله تظاهر کنندگان به دفاتر احزاب وابسته به رژیم ایران در استان مصنع. در خدمت شما هستیم با در یک نگاه این ساعت. نیکیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد طی سخنانی در بنیاد هریتیج گفت: In December and into this year, the Iranian people took to the streets in peaceful protest against their horrendous regime. The government responded with beatings, arrests and killings. The Human Rights Council was silent. یکی از دلایل خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سکوت این شورا در قبال سرکوب تظاهرکنندگان در ایران بود. در دسامبر و اوایل امسال مردم ایران به خیابان‌ها آمدند و تظاهرات مسالمت‌آمیزی علیه رژیم وحشتناک ایران داشتند. رژیم با ضرب و شتم و دستگیری و کشتار جواب تظاهرکنندگان را داد. شورای حقوق بشر ساکت بود. مردم منطقه ایوان طرق در جنوب شرقی مشهد در اعتراض به قطعی آب جاده اصلی بهشت رضا به مشهد را مسدود کردند. کارگران و رانندگان راه آهن تبریز، صوفیان و سلماس در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتادی سال 96 اعتصاب کردند. کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوق عقب افتاده اعتصاب کردند. اسکای نیوز از تظاهرات مردم عراق که بیش از 10 روز است ادامه دارد گزارش داد. تظاهرات در استانهای مختلف عراق گسترش یافته، اما بصره همچنان مرکز ثقل این تظاهرات به شمار می رود. در کربلا صدای شلیک و باز کردن آتش به روی مردم شنیده شده است. در استان مصنع تظاهرکنندگان دفاتر عمار حکیم و حزب الدعوه و حزب فضیلت و شبه نظامیان بدر وابسته به رژیم ایران را به آتش کشیدند. پاسدار جعفری سرکرده سپاه پاسداران سراسیمگی رژیم از شکست در فیلتر کردن فضای مجازی را نشان داد و برای مقابله با فضای مجازی گفت: پاسدار جمال الدین آبرومند را به جانشینی خود در قرارگاه موسوم به جنگ نرم سپاه منصوب کرده است. پاسدار رمضان شریف سرکرده روابط عمومی کل سپاه در این باره گفت: با توجه به شرایط تهاجم روانی و جنگ رسانه‌ای ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی، ضرورت تقویت این قرارگاه از ماها پیش مورد توجه قرار گرفته بود. در ادامه مخاصمات باندی بر سر برجام، آخوند محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها با حمله به آخوند روحانی گفت: قرار بود اگر آمریکا برجام را پاره کند دولت ما آن را آتش بزند، اما متاسفانه دوباره سراغ اروپا رفتند و به آنها التماس کردند. وی افزود: تا کجا باید عقب برویم که آمریکایی‌ها راضی شوند؟ در مسئله هسته‌ای عقب نشینی کردیم، گفتند موشک‌ها را تحویل بدهید، بعد از آن گفتند در منطقه حضور نداشته باشید. شامگاه 5 مرداد طولانی ترین ماه گرفتگی قرن رخ خواهد داد. در این خصوص سایه کامل زمین 103 دقیقه روی ماه خواهد افتاد. رخداد ویژه دیگر در شامگاه 5 مرداد ماه سبقت گرفتن زمین از مریخ است که طی آن دو سیاره در فاصله بسیار نزدیکی از هم قرار می گیرند. به همین دلیل مریخ در تمام طول شب به صورت جرم سرخ رنگ و روشنی پایین تر از ماه دیده می شود. در ایران خسوف از ساعت 21:43 5 مرداد شروع می شود. این بود دقیقه این ساعت. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.